اینجا ولسوالی بگرامی است. به گفته مقام های وزارت فواید عامه، این زمین ها مربوط به این وزارت است و در دوره حکومت پیشین غصب شده بود. ویست ویست، یعنی یو اینچ مزکه ده غصب چه ده وزارت فواید عامه چه زمان مسئولیت دی. یو اینچ مزکه چه چه غصب کردی، نه ده چه خبریجم، نه ده چه پروالرم، او طول بجنی نیسم. او خام و خیبی انشالله نیسو، دمبر ده وزیر صاحب ده هدایتی چه یو اینچ ده غصب مزکه یو اینچ دغه سب مزکه چیر دده دا ټول باید په صحیح طریقه باندې او په شفاف ډول باندې او دا ټول ونیول سي او هغه غاصبین چې دی هغه ته به د قانون د مخې مشکل سزا ورکړي. مسئولان وزارت فواید عامه همچنان میگوید که آنان تلاش دارند تا همه زمین های غصب شده این وزارت را دوباره آزاد سازند. نور ولایتونه که کندهار که هلمند که وزارت فواید عامه څه چې جایدا چې دی په 100% کې 80% غصب شوی دی، یا خپل د حکومت خواسته یا د غصبګرو د خواسته، او 40% د وزارت فواید عامه په لاس کې. وزارت فواید عامه میگوید که هم اکنون بیش از 200 خانواده در این ساحه زندگی میکنند که یکی از آنها هم قواله شرعی ندارند. اما باشنده هایی که در اینجا زندگی میکنند تأکید دارند که این زمین ها را خریدند و سند قانونی در دست دارند. مو کوم چور نه کړی چې غصب مو کړی وي یا مو چور کړی وي. دا اسنود لرو سړی ژوندی دی چې چانه مو خستی دي، شورواله کتابچې لرو، دا ټول خلق چې دلته پروت دي دا ټول پیسو خستی دي. کوم کورونه چې اوس دلته په دې کې ماشومان شته او دغه شانې د دوی کورونه دي، دا به د مشرانو فیصلې ته ګورو او دا به بیا محاکمو ته سپارو چې آیا محکمه دوی د دغه ځای څخه دا مځکې ورته په کرایه ورکوي او یا مثلا پر خرڅوي یا یې ورته بخشي یا یې قانوني شکل دوی ته په صحیح طریقه باندې ورکوي. هغه د مشرانو او هغه د محاکمو خبره ده او موږ دلته محاکمې لرو، انشاءالله واکدار یو، یو مشکل به نه کړ. وزارت فواید عامه تأکید دارد که پس از آزادسازی ساحات غصب شده، تیم های فنی و مسلکی این وزارت را در آن ساحات جا به جا خواهند کرد. با این همه وزارت فواید عامه یک بار دیگر تأکید دارد با انتقال تیم های فنی و مسلکی به جاهای غصب شده، کار پروژه های نیمه باقی را نیز از سر خواهند گرفت. نوید صمدی، تلویزیون یک، بگرامی.